شعله‌ور شدن آتش درگیری‌ها یک بار دیگر میان نظامیان افغان و پاکستانی در بالاسوالی گوشته. افغانستان گورستان راهبردی برای خارجیان از دیدگاه پاکستان. دستور حکومت و وزارت دفاع ملی برای ترمیم بی‌درنگ جنگ افزارهای سبک و سنگین. افزایش نامه‌ها در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در پاکستان و پایین بودن سهم کشاورزی و صنایع در تولید ناخالص داخلی در کشور. سلام، با خبرهای این ساعت طلو و شبکه جهانی TOLOnews خوش آمدید. امروز دوشنبه 16 ماه سبر سال 1392 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 6 ماه می سال 2013 میلادی. شجازکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. آتش درگیری ها میان نظامیان افغان و پاکستان در امتداد خط مرزی دیورند امروز یک بار دیگر شعله‌ور شد. وزارت امور داخله میگوید که نظامیان پاکستان یک بار دیگر در تلاش بازسازی تأسیسات نظامیشان در امتداد خط مرزی در بالاسوالی گوشته بودند و اعتراضهای پلیس مرزی را جدی نگرفتند و نیز از اقدامهای نظامی کار گرفتند. وزارت امور خارجه افغانستان نیز در این باره اعتراضات شدیدش را به کاردار سفارت پاکستان در کابل ابراز کرده است. در این باره شریف امیری گزارش دارد. درگیری ها یک بار دیگر میان مرزبانان افغان و پاکستانی اوج می گیرند. درگیری هایی که برخواسته از دوباره سازی تأسیسات نظامی از سوی نظامیان پاکستان گفته شده است. این درگیری ها در حدود 2 ساعت بعد درازا کشید. وزارت امور داخله می گوید که در این درگیری ها 2 پاسگاه نظامیان پاکستانی همراه با 1 تانک آنان ویران شدند، اما تلفات در پی نداشته است. وزارت امور داخله یک بار دیگر هشدار می دهد که اگر پاکستان در تلاش ایجاد دوباره تأسیسات نظامی در مرز با افغانستان باشد، با واکنش نظامی دولت افغانستان روبرو خواهد شد. بعد از هشدار که پلیس سرحدی ما امروز دوباره برشان میگه که شما باید از این کارتان جلوگیری بکنین و این دست به این کار نزنین، چون خلاف معیارها است و خواست مایی است تا این کار صورت نگیره. اما متاسفانه پاسخ نظامی های پاکستان امروز صبح هم پاسخ نظامی بوده و درگیری نظامی بوده. با شدت گرفتن این گونه رویدادها تلاش‌ها برای بسیج نظامیان افغان هم بیشتر می‌شوند. افغانستان مسلمان ملت به خصوص د نگهدار مجاهد او قهرمان ملت او ځوانان غو بود چې د خپل خاور دفاع په خاطر که ضرورت شو د مسلح قوا او د حمایت په خاطر خپل ځان آماده کړي. اما گفته می شود که در گرد و پیش این درگیری ها خانه های نیز وجود دارند که در چنین وضعیت با شدت گرفتن حمله های مرزی احتمال تلفات غیر نظامیان نیز بالا می رود. و هر متجاوز و هر کسی که به اصطلاح چشم بد برای ملک وطن و استقلال و خاک ما داشته باشه، چشمش کشیده، جانش از پیششان گرفته و پایشان قلم خواد کردیم و اونا یک چند تا روسیای لنگپوش در طول تاریخ اونا کدام مردانگی نداشته. استقلال، حریت، آزادگی و اسلامیت ما در طول ادوار گذشته، در طول تاریخ گذشته ما به رزونا نشان دادیم و بعد از هم نشان خواهد دادیم. نیروهای خارجی در افغانستان مداخله در این باره را دور از صلاحیت‌های کاریشان می‌دانند و تنها محدوده کاریشان را در خاک افغانستان می‌دانند. به این مشکل باید از راه‌های دیپلماتیک و با پادرمیانی شورای امنیت سازمان ملل متحد پرداخته شود. و اما یادآور این گونه حمله ها به سود افغانستان خواهد بود. با باور ما با پایان انتخابات که در پاکستان پیش رو است تا 1 ماه دیگر تعیین سرنوشت نظام سیاسی پاکستان، من فکر میکنم که بحران امنیتی افغانستان از طریق این مزدورای وطن پرست یعنی گروه شورشی تشدید شده و پاکستان در صدد انتقام و دامن زدن بدامنی در افغانستان از طریق طالبان بیاید. نخستین درگیری های مرزی از 4 شنبه شب آغاز شد. درگیری هایی که بدور از آسیب ها به نظامیان 2 سوی مرز نیز نبود. در این روزها برای این نیروها هم روزهای سختی پیش آمده است. نیروهایی که در برابر خلاف ورزی ها و حمله های نظامیان پاکستانی باید استادگی کنند. ظاهرا ادامه تنش‌های مرزی میان کابل و اسلام آباد از مدت به این سو از احتمال بیرون شده و چهره خطر را به خود گرفته است. اما پاکستان موضوع دیورند را حل شده می داند و می گوید که آغاز بحث در این باره کنار رفتن از مسائل مهم دیگر است. در این حال شمار از فعالان سیاسی پاکستان در این باره موقف روشن ندارند، اما تاکید می‌ورزند که حکومت‌های افغانستان و پاکستان برای حل اختلافشان درباره خط دیورند باید بر میز گفتگو بنشینند. از سوی دیگر سفیر پاکستان در کابل می‌گوید که پاکستان در جستجوی عمق راهبردی در افغانستان نیست، زیرا افغانستان گورستان هر کشور خارجی بوده است. عبدالحق عمری در این باره گزارش تهیه کرده است. اختلافات مرزی افغانستان و پاکستان درباره خط دیورند این روزها روابط دو کشور را بار دیگر تیره ساخته است. اکنون شماری از فعالان سیاسی پاکستان در گفتگو با TOLOnews بر حل این موضوع از راه گفتگو تاکید می‌ورزند. این فعالان سیاسی نیز به بمیان آمدن اعتماد میان افغانستان و پاکستان و نیز گفتگوهای بیشتر درباره خط مرزی دیورند و اختلافات میان دو کشور تاکید می‌ورزند. افغانستان که دولتی ستمانه د پاکستان د پاره هغه شانتي هغه نشته، یو فضا نشته، بلکې یو منفي اثرات لري. تخرک دا لري کولو چې دا څو پوهې دواره طرفین د بیا کړل دواره طرفین کې خدمات نی په حال شوي د دې مسلې حل فایده پیدا کړي چې څوک راوایي دا موږ سره خپل منځ کې تاکو. از سوی دیگر وزارت خارجه پاکستان در واکنش به این گفته رئیس جمهور کرزی که گفته است خط مرزی دیورند را هیچگاه بر رسمیت نخواهد شناخت میگوید که معضل دیورند حل شده است. وزارت خارجه پاکستان می‌افزاید که همکاری میان پاکستان و افغانستان در اولویت قرار دارد و بحث‌ها در این باره کناره‌گیری از مسائل مهم است. در همین حال سفیر پاکستان در افغانستان میگوید که اسلام آباد در پی عمق راهبردی در افغانستان نیست، زیرا افغانستان به عوض عمق راهبردی گورستان به هر کشور خارجی بوده است. اما دیده شود که قائله دیورند چه زمانی پایان می‌یابد و روشن هم نیست که با پایان دادن به اختلافات دیورند ریشه اختلافات میان افغانستان و پاکستان خشک می‌شود. این اظهارات پاکستان در حال صورت میگیرند که صدها تن از باشندگان کهدامن در گرد همایی خشم و نفرتشان را از عملکردهای اخیر حکومت پاکستان در برابر افغانستان اعلام کردند. آنان حکومت پاکستان را منبع تمامی چالش‌ها در افغانستان و منطقه می‌دانند. بعض از پیامدهای ناگوار حرکت‌های تحریک کننده نظامیان پاکستانی در مرز با افغانستان هشدار می‌دهند. حسیب مودودی که در این گرد همایی رفته بود در این باره گزارش دارد. آمد مردم در اینجا از نخستین ساعت‌های روز آغاز شد. این گردهمایی با تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. نظامیان پلیس، کارمندان امنیت ملی و نیز شعارهای ضد پاکستانی بیشتر از هر چیز دیگر توجه را به خودشان جلب می‌کردند. دانش آموزان مکتب‌ها نیز به گونه گسترده در این گردهمایی شرکت کردند. از ولسوالی گوشتیننگرهار تا ولسوالی‌های شمال کابل همکنون که ساعت 10 روز است، نظامیان کشور با نظامیان پاکستانی در گوشته درگیر هستند و ما در اینجا در کهدامن بسیاری از باشندگان ولسوالی‌های شمال کابل به حمایت از نیروهای امنیتی کشور گرد هم آمدند. در اینجا شعارهای به ضد پاکستان داده می شود و در اینجا هشدار داده می شود که افغانان حاضرند که حتی پیشمرگ نظامیان کشور در نبرد گوشته شوند. دولت نشی کولای دولت دی جلب و جذب اخلي مهرباني دی موږ دی واسطه پاکستان ته موږ سره جنگ کوو، موږ کلا کماندی ما از یک متر خاک خودم تیر نیستیم و ما تعهد میکنیم و حاضر هستیم که از وجد خاک خود دفاع کنیم. مقام های از وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی هم در اینجا حضور دارند. برخی از نمایندگان مجلس و بزرگان قوم نیز به گرد همایی کنندگان پیوستند. هر لحظه حاضر هستیم که به خاطر دفاع از تمامیت ارضی افغانستان، نوامیست ملی افغانستان و قلمرو افغانستان در میدان مبارزه و معرکه جانفشانی و جانبازی نماییم. اعلام موقف حکومت افغانستان در برابر حکومت پاکستان از سوی رئیس جمهور در اینجا ستایش می شود، اما اگر این موقف تاکتیک سیاسی نباشد. اعلام اخیر رئیس جمهور افغانستان را که سرانجام پس از 10 سال آماده شد که اعلان کند که پاکستان دشمن است، متجاوز است، خیر مقدم میگویم. اما پیشنهاد میکنیم که این اعلام تاکتیک نباشد، یک استراتژی باشد. رهبران مخالفان مسئله دولت نیز به دور از انتقاد نماندند. دردا حسرتا به این رهبران جهادی که نامشان را میگرم حکمتیار و حقانی و ملامادمر که در زانوی کثیف آیستای نشستی تفنگت به طرف افغان گرفتی، برگرد به طرف آیستای بگی که من تو را رئیس جمهور خود انتخاب کنم. سرانجام این گرد همایی با انتقادهای تندی از پاکستان پایان یافت، اما به نظر میرسد که درگیری ها میان نظامیان افغان و نظامیان پاکستانی در ولسوالی گوشته روحیه وحدت ملی را میان باشندگان کشور بیشتر ساخته است. حکومت افغانستان به وزارت دفاع ملی دستور داده است تا بی‌درنگ برای ترمیم جنگ افزارها به 800 تانک زره‌پوش اقدام کند. در این حال شورای امنیت ملی به وزارت مالیه هدایت داده است که 60 میلیون دلار را برای ترمیم این تجهیزات نظامی در اختیار وزارت دفاع ملی قرار دهد. شورای امنیت ملی به وزارت‌های دفاع ملی و امور داخلی نیز دستور داده است در تمامی پایگاه‌هایی که از سوی نیروهای خارجی تخلیه می‌شوند باید نیروهای افغان جابجا گردند. شکیلا ابراهیم خیل گزارش می‌دهد. بر بنیاد دستور شورای امنیت ملی باید برای ترمیم 800 تانک و شمار زیادی از جنگ افزارهای سنگین و توپخانه‌ای وزارت دفاع ملی به گونه بی‌درنگ اقدام کند و 60 میلیون دلار هزینه این ترمیم‌ها از سوی وزارت مالیه نیز در اختیار وزارت دفاع ملی قرار داده شود. بر اساس فیصله روز قبل شورای امنیت و هدایت رئیس جمهور، ترمیم تانک‌ها و زره‌پوش‌ها و یک قسمت وسایل ثقیل دیگه هم شروع شد و در ارتباط 60 میلیون دلار هم وزارت مالیه هدایت دادن که برای وزارت دفاع داده شه و ما سر از امروز کار شروع کردیم، کار بررسی که یک مرتبه یک بررسی صورت بگیره که به چه چیزهای ضرورت داریم، چون بعضی پروژه‌جات تانک‌ها مگر از بیرون از افغانستان خریداری کنیم. برای این کار یک سال در نظر گرفته شده است و وزارت دفاع ملی باید هر 3 ماه در این باره به شورای امنیت گزارش دهد. در پیوند با این خبر آیساف اعلام کرده است که برای تجهیز نیروهای امنیتی افغان متحد است و بر بنیاد این تعهد نیروهای هوایی افغانستان تا سال 2016 میلادی به گونه کامل تجهیز و آماده عملیات خواهند شد. برنامه ما ادامه حمایت از نیروهای افغان به ویژه تجهیز آنان به گونه مناسب است. تاکنون کشورهای عضو ایساف این نیروها را تجهیز کردند، از جمله ایالات متحده آمریکا صدها واسطه زیرهی به ارتش افغانستان کمک کرده است تا آنان مصون باشند. از لحاظ جنگ افزارهای سبک 100% آنان را تجهیز کردیم. از سوی هم شورای امنیت ملی به وزارت‌های دفاع ملی و امور داخلی نیز دستور داده است که در جابجایی نیروهای امنیتی افغان در دیگر پاسگاه‌ها و تأسیساتی که از سوی نیروهای ائتلاف در هر بخش کشور تخلیه می‌شود اقدام نماید. با این همه آیساف میگوید که هر پاسگاه یا پایگاهی را که نیروهای آیساف ترک میکنند این پایگاه‌ها به نیروهای امنیتی افغان سپرده میشوند و کمیسیونی در این باره کار میکند و آیساف با این کمیسیون همکار است. شمار زندانیان پلوچرخی از دیروز بدین سو در اعتراض به صدور یک فرمان رئیس جمهور کرزی درباره زندانیان دست به اعتصاب غذایی زدند، در حالی که رئیس جمهور کرزی فرمان را که در آن برخی تخفیف‌ها برای زندانیان در نظر گرفته شده صادر کرده است. رئیس زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها میگوید که این زندانیان در اعتراض به همین فرمان اعتصاب کردند. رئیس زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها می‌افزاید آن زندانیانی که محکوم به حراس افغانی هستند وضعیت این زندان را مخشوش می‌سازد. ادامه این خبرهاست تولو و شبکه جهانی تولونیوز. در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان، حملات هراس افغانانه بر مراکز پایکارهای انتخاباتی نامزدان و مراکز رای‌دهی در این کشور افزایش یافتند. با گفته مقام‌های امنیتی پاکستان، امروز در انفجار در کورم ایجنسی 3 تن کشته شدند و بیشتر از 50 تن دیگر زخم برداشتند. این مقام‌ها می‌افزایند که 4 مرکز رای‌دهی در ایالت بلوچستان نیز آماج حمله قرار گرفتند. از سوی دیگر، رئیس حزب ملی پاکستان امروز نیز از یک حمله هراس افغانانه جان سالم به در برد. در حالی که روند جابجایی واحدهای ارتش پاکستان برای تأمین امنیت انتخابات پارلمانی در بخش‌های گوناگون این کشور آغاز شده است، افزایش حمله‌های هراس افکنانه نه تنها نامزدان انتخابات پارلمانی، بلکه شهروندان این کشور را نیز سخت نگران ساختند. بروز دوشنبه در انفجار در کورم جنسی یک نامزد انتخابات پارلمانی حزب جماعت علمای اسلام زخم برداشت. افزون بر پرتاب یک موشک و 2 انفجار جداگانه در 4 مرکز رای‌دهی در ایالت بلوچستان بر موتر رئیس حزب ملی یک بم پرتاب گردید، اما وی از این حمله جان سالم به در برد. در همین حال نواز شریف رئیس حزب مسلم لیگ شاخه نواز که برای برنده شدن حزبش در انتخابات پارلمانی سخت می‌کوشد، روز برگزاری انتخابات پارلمانی پاکستان را یک روز سرنوشت ساز به این کشور می‌داند. پاکستان کو این مسائل کی پاکستان برای از میان برداشتن مشکلات کنونیش به یک حکومت نیرومند نیاز دارد، حکومتی که بتواند به هراس افغانی پایان دهد. قرار است انتخابات پارلمانی پاکستان به روز 11 ماه روان میلادی برگزار گردد، اما افزایش حمله های هراس افغنانه در بخش‌های گوناگون پاکستان به ویژه در کراچی، پشاور و کویته روند پیکارهای انتخاباتی را در این کشور کمرنگ ساخته است. از آغاز ماه اپریل تا کنون در حمله های هراس افغنانه در پاکستان 118 تن کشته شدند و 377 تن دیگر زخم برداشتند. با این همه تحریک طالبان پاکستان احزاب سکولار را در پاکستان طرفدار غرب می‌داند و بر ادامه حمله ها بر این احزاب تاکید می‌ورزد. با اکنون نگاه زودگذر داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. در درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در بنگلادش 15 تن کشته شدند و بیش از 60 تن دیگر زخم برداشتند. این درگیری هنگامی آغاز شد که هواداران جنبش حفاظت اسلام به جاده ها ریختند. این معترضان میخواهند تا قانونی ایجاد گردد که بر بنیاد آن اهانت کنندگان به اسلام به اعدام محکوم گردند. وزیر خارجه فرانسه بر حل بحران سوریه از راه گفتگو تاکید می‌ورزد. لوران فابیوس میگوید که هرچند حمله اسرائیل را بر سوریه به گونه‌ای توجیه می‌کند، اما گسترش بحران سوریه به سود کشورهای منطقه نیست. رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و نخست وزیر اسرائیل به گونه جداگانه مشغول دیدار از چین هستند. هدف‌های سفر محمود عباس و بنیامین نتانیاهو به چین گسترش روابط فلسطین و اسرائیل با بیجینگ گفته شده است. در همین حال وزارت خارجه چین میگوید که رهبران فلسطین و اسرائیل در چین با هم دیدار نخواهند کرد، اما بیجینگ آماده هر گونه همکاری در حل اختلاف‌ها میان فلسطین و اسرائیل است. نجیب رزاق باری دیگر به حیث نخست وزیر مالزیا سوگند یاد کرد، پس از آن که ائتلاف حاکم به رهبری نجیب رزاق در انتخابات پارلمانی روز شنبه مالزیا برنده شد و امروز در کاخ ملی این کشور به حیث نخست وزیر تازه سوگند وفاداری یاد کرد. باز هم خوش آمدید و این هم چند خبر اقتصادی. در چند سال اخیر سهم کشاورزی و صنایع در تولید ناخالص داخلی کشور پایین بوده است. اداره مرکزی احصایه هرچند رشد کشاورزی و صنایع را خوب ارزیابی می‌کند، اما می‌گوید که سهم آنها در تولید ناخالص داخلی به اندازه‌ای که باید می‌بود نبوده است. با گفته این اداره، در 3 سال اخیر خدمات بیشترین سهم را در تولید ناخالص داخلی داشته است. شهلا مرتضی گزارش می‌دهد. مسئولان اداره مرکزی احصایه هرچند رشد تولیدات ناخالص داخلی کشور را در 10 سال گذشته مثبت ارزیابی می کنند، اما می گویند که سهم کشاورزی و صنایع در این تولیدات خیلی کم است. بر بنیاد آمارهای اداره مرکزی احصایه، سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی در سال 1388 31.1%، در سال 1389 27.8%، در سال 1390 26.7% بوده است. همچنان سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال 1388 21.2%، در سال 1389 20.6%، در سال 1390 21.4% بوده است که نسبت به سهم خدمات بسیار پایین هستند. دولت در اینجا مکلف است که با استفاده از این ارقام پالیسی را طرح کنه که به هر نحوی که میشه زراعت باید سهمش بالا ببره و در تولیدات زراعتی را تشویق کنند. یک موضوع دیگه را که نباید از یاد ببریم که خود تولید کوکنار و خاشخاش هم رول بسیار مهم داره. اگر دهاقین بتانند که محصولاتشون به قیمت بلند خریداری شود، اونها زیادتر به کشت کوکنار روی نمیرند. در همین حال وزارت تجارت و صنایع از ایجاد یک راهکار برای افزایش تولیدات خبر میدهد. در 12 سال گذشته وزارت تجارت پالیسی صنعتی نداشتند اقبال پالیسی صنعتی را ساخته که به بنیاد از او سکتورهای مشخص شدن که ما به کدام صنعت ضرورت داریم، مواد خام از کدام کشور وارد میکنیم به افغانستان، تعرفه سرشان چقدر باید باشه. او را وزارت تجارت صنعت افغانستان مشخص کرده. وزیر تجارت صنعت افغانستان به این نظر است که صنعت ما باید رشد کنند، صنعتکار ما باید تشویق شوند تا بتوانند افغانستان در آینده یک کشور صنعتی باشه. اداره مرکزی احصاییه میگوید که برنامه سازان اقتصادی کشور با استفاده از آمار احصایه‌ای باید برای توسعه بخش‌های کشاورزی و صنعت تصمیم بگیرند و راه‌های بهبود وضعیت کشاورزی و صنعت را پیدا کنند تا سهم آنها در تولیدات کشور افزایش یابد. خواستیم در این باره دیدگاه وزارت زراعت را نیز داشته باشیم، اما مسئولان این وزارت حاضر به گفتگو با ما نشدند. در این حال مقام های محلی ولایت کندوز وزارت ها و شرکت های ساختمانی را در عملی ساختن پروژه ها در این ولایت به فریبکاری متهم می سازند. نمایندگان شورای ولایتی، مقام های محلی و بزرگان قوم ولایت کندوز می گویند که شمار از وزارت خانه ها بدون هماهنگی با مقام های محلی کندوز پروژه های توسعه‌ای را با شرکت های ساختمانی قرارداد می کنند و این شرکت ها به جای عملی ساختن درست پروژه ها فقط مردم را فریب می دهند. مقامات محلی ولایت کندوز در یک گرد همایی با انتقاد شدید از عملکرد برخی از وزارت‌ها در سپردن پروژه‌های توسعه‌ای کندوز به شرکت‌های ساختمانی می‌گویند که جاده‌های کمربندی کندوز، جاده و پل کندوز تا ولسوالی چهاردره، کشتارگاه کندوز، کارخانه پروسس گوشت و قیریزی جاده گلتپه از پروژه‌هایی هستند که بدون هماهنگی با مقامات محلی به شرکت‌های ساختمانی سپرده شده‌اند و با اینکه سالها از زمان معین آنها گذشته‌اند اما تاکنون این پروژه‌ها عملی نشده‌اند. اینا در پروگرام خود ناکام بودند و فقط از امروز اول کارشان به فریب شروع شد و تا به امروز به فریب جریان دارد. اینا که میگن که یکی از علت‌های کلانش کمبود بودجه ماست. کمبود بودجه‌اش امی بزرگا ششتن شاید چند نفر شاید اینجا پیدا شود که ما روز اول اینجا مردمای که مسلکی بودن برشان گفتن که پول بسیار کم است، به این پول ساختن نمیشه. گفت ما میسازیم، ما میتونیم بسازیم که امی پول داده و قرارداد گرفته، از میاد قراردادش هم یک سال، دو سال، سه سال دیر میشه. این هنوز هم میگه که کار ما جریان داره. جریان وقتی میداشت در زمان جریان قرارداد تو باید تکمیل میکردی. دوزی شدم در مرکز است، خطیان کردم شریک میشه در مرکز است، میاد در قدوس یک کار میکفیت میکنم، پنج روز پس او خراب میشه، ما مردم قدوس با مشکل مواجه هستیم. مقامات و مسئولان محلی ولایت کندوز میگویند از اینکه شرکت‌های قرارداد کننده در برابر مقامات محلی کندوز جوابگو نیستند، در بسیاری از موارد با مسئولان وزارت‌ها تبانی کرده و بخشی از پول پروژه‌های توسعه‌ای را حیف و میل میکنند و در هماهنگی با این مسئولان باشندگان کندوز را فریب میدهند. با این هم قیمت بعض از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 56 افغانی و 50 پول، یک یورو 73 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 20 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 15 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 566 افغانی. خبرهای ورزشی را همکارم تقدیمتان می‌کند. سلام دوستان، به چند رویداد ورزشی خوش آمدید. مرحله دومین در رقابت‌های مقدماتی لیگ برتر فوتبال افغانستان فردا آغاز می‌شوند. در نشست خبری که امروز در کابل برگزار شد، فدراسیون فوتبال کشور میگوید که لیگ برتر فوتبال افغانستان امسال متفاوت‌تر از پارسال برگزار خواهد شد. این رقابت‌ها با پشتیبانی فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می‌شود. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که مرحله نیمه نهایی این رقابت‌ها امسال به گونه رفت و برگشت در یک میدان فوتبال برگزار خواهد شد. در رقابت‌های انتخاباتی تیم‌های منتخب 8 حوزه کشور، ورزشکاران افغانی که در ایران، پاکستان و وزیرستان زندگی می‌کنند نیز شرکت می‌کنند. انتخاب تیم ملی فوتبال افغانستان ما تانستیم که تقریباً 80% پلیرای خود از این لیگ برتر از تمام ولایات افغانستان انتخاب کنیم. در روند انتخاب بازیکن‌ها تغییرات عمده وجود دارند. سال گذشته بازیکن‌ها در یک روند ریالیتی شوی تلویزیونی انتخاب شده بودن، امسال در یک رقابت واقعی فوتبال انتخاب میشن. مرحله مقدماتی دومین دور رقابت‌های فوتبال لیگ برتر افغانستان فردا با برگزاری رقابت‌های انتخاباتی تیم شاهین آسمایی از کابل آغاز می‌شوند و سرانجام 26 چهره برتر به تیم شاهین آسمایی از کابل برگزیده خواهند شد. میرسید صدیقی، تولونیوز، کابل. سال محمدی با جام قهرمانی 29مین در رقابت‌های سنوکر قهرمانی آسیا امروز به کشور برگشت. این سنوکر باز برتر افغانستان با شکست دادن پاکستان، ایران، منگولیا، هنگ کنگ، چین و سوریه برای نخستین بار افغانستان را بر بام سنوکر آسیا قرار داد. تیم ملی کرکت جوانان افغانستان در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی پنجاوره تایلند را شکست داد. در این دیدار نخست بازی را افغانستان آغاز کرد و در 50 اوور 422 دوش را برای تایلند هدف داد. تایلند نتوانست هدف را پوره کند و در برابر افغانستان شکست خورد. تیم ملی کرکت کشور در چهارمین دیدارش فردا در برابر هنگ کنگ به میدان می‌رود. چگونگی هوای فردا را همکارم تقدیمتان می‌کند. فردا کابل هوا نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22، پایینترین 20. مزار شریف هوا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایینترین 22. کندهار هوا نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایینترین 16. جلال آباد هوا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایینترین 23. و هرات هوا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایینترین 16. این مدخبرها تا این ساعت از توجهتان جهان سپاس. از شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلو به شبکه جهانی تولو نیوز باشد. وقتتان خوش، خدا نگهدار.